ای خدا، ای فلک، چه روزگاری داشته من توی کلانتری صد ملت. به من میگفتن آچار فرانسه کلانتری صد ملت. هم قندان پر میکردم، هم چایی میریختم، هم موکات میکردم، هم پا میچسبوندم، هم رژه میرفتم، هم دستمان دست میزدم، هم قاتل دستگیر میکردم، هم ماشین میشستم. ره چقدر سرباز و سروان و سرگرد و سرهنگ زیر دستم بودن که من موهای این حرکات میکردم. اون روزا روزای اوج من بود. گندی یه جمله معروفی داره که میگه مسیر زندگی هر انسانی را انسان دیگر عوض میکنه، اما مسیر زندگی منو یه سگ عوض کرد، یه سگ پاکوتا. ای سگ تو روحت الیزابت. همه چیز از اون روز شروع شد که من الیزابت رو دیدم. از دیدنش قند تو دل من آب شد. البته تا قبلش هر دختری رو من میدیدم قند تو دل من آب میشد، ولی برای همه یه حبه بود، برای این یک کله. 1512 روزه که منو تو این پارک الاف کرده، منتظر گذشته رفته یه پارک دوبل کنه برگرده. کاش من اینو گفته بودم این سویجو بده لوسی، این سگ میره پارک میکرد زودتر برمی گشت. ره خدایا چقدر بدبختم من. چرا باید بین این همه غروفاری عاشق این الیزابت کلقابیس میشدم؟ چرا همون موقع که داشتم سگشو از تو سگدونی کلانتری میدوزیدم یه ابری بالای این سر خاک تو سر من تشکیل نشد که توش نوشته باشه هی ره عشان قرار 1512 روز بره بر نگرده؟ تو 1512 روز باید با این سگ خاک تو سر دنبال این سگ سگدو بزنی؟ بچه هم من میگن اون دیگه رفته بر نمیگرده که کلقابیس، ولی من همش فکر میکنم یه امیدی هست. الان نمیدونم الان اگه برگرده اصلا منو با این ایخت و قیافه میشناسه. شدم این ژان والژان. اون لااقل عاقبت به خیر شد شهردار پاریس، نه مثل من یه کارتون خواب کلقابیس. ای خدا، ای فلک، اینی که الان از من میگیری امتحان الهی یا انتقام الهی؟ 1512 روز بعد.
چی میکنی این موقع؟ تو اصلا در حدی نیستی با ما صحبت کنی. بشین دیگه. روسی اینجا که شهر بازیه، اینجا حوزه استفانزیه، خنجریه، بلکله. باها هیچ بی باها چی؟ آقا خنجر گوش کن، این پارک بالایی هم با اجازتون این حوزه استفانزی بنده حقیر و برا بچه‌ام. آقا شما مشکلت با حضور مد حوزه استفانزی شهربازی چیشیست؟ برای اینکه تو بچه پررویی، سلسله مراتب تو رو حالی نباسه سربازی نرفتی. این نسل جدید همه اینجوری هم میخوان به زودی همه چو چپاول کنه مال خود کنه. ساکت باش لوسی. تو زر را رسیدی اون وقت کل کارو میخوای؟ اصلا حوزه استفانزی شهربازی ظرفیت یه نفر بیشتر نداره. میدونی فرقش مثل چیه؟ مثل شیشه و تریاک میمونه. آقا تو شیشه رو 10 نفر 100 نفر بشین بکش اصلا یه ذره بو نداره، اما تریاک رو یه پک بزن بوش عالم آدم رو برمیداره. باشه بابا تیمور، با این مسئله احمقانه مواد مخدری منو کشتی بابا. چی داری میگی تو؟ آقا اینجا حوزه استفاضی منه، برای اینکه من اینجا رو کشف کردم. مگه آمریکای جنوبی است که شما کشفش کرده ای؟ آقا کریستوف کلمب. کلمبوس. اینجا آشنای من اینجاست. آقای رابینسون کروز میفهمی؟ رابین هود اونجا مال منه، شما بیای اونجا دست زیاد میشه، من لو میرم منم دیگه اونجا راه نمیدن. نمیفهمی اینو تو؟ اصلا بیا حوزه استفانزی من پیش خودم خوبه؟ نه خیلی کوچیکه. کجاش کوچیکه؟ من دیدی؟ بله رو نقشه دیدم دیگه کوچیکه. اون نقشه که همه جا کوچیکه. منم کوچیکه. چه 4 تا تاب و 2 تا سرسره چیز دیگه نداره که. بله شما کوچیکه ولی ما خود شما رو میخوام. یعنی چی؟ ده ذهنمو پر سوال ما میخوام از شما واپرسم اینا رو. بیا عقب، برو عقب، برو عقب، جلو نیا آقا، جلو نیا، برو عقب با اون میکروبوت سر تا پا کثافت آقا. مرد حسابی مو شیفته این مردونگی شما برفته ام. شما اگر میخوای دنبال یکی را بیفتی باید با فاصله را بیفتی، باید آهسته بری. اصلا میگه شاعر میگه رهروان است که آهسته و پیوسته رود، رهروان نیست که پیوسته و آهسته رود. نه رهروان نیست، رهروان است که آهسته و پیوسته. همون شد. نه رهروان نیست که آهسته و پیوسته رود، رهروان است که پیوسته و آهسته و برجسته و با خسره. آفرین تمام شد. شما اگر میخوای دنبال من راه بیفتی باید با احتیاط کم کم به من نزدیک بشی، به من احترام بذاری. اعترام. اگه میخوای برات در آینده بچسبونن باید الان بچسبونی. چی رو بچسبونم؟ تریاک. چی میگی تیمور؟ تریاک چیه پا؟ استاد شما باید به من بگی که من چیکار کنم. خودت باش، آدم باش، آدم باش، خودت باش، شعور داشته باش، خودت باش، آدم باش، شعور باش. تمام شد. خلاصه دنبال من را نیو، من کار دارم، زندگی دارم، برو جاسوسی منم نکن. خدافظ. ببخشید خب من یک سوال داشتم. باشه بابا. سوال حلال میام. خدافظ. ساکت باش دیگه، منم هیچی نخوردم. آخه سکیم و شکم پرست. ساکت باش عزیزم. اینجا چی کار میکنی؟ چرا مارجا میرم دنبال من را میفتی میای تو؟ مارجا هستم شما میای وردمو اینجا وسط آشغالا نشستیم همه اینجا بتو میره اینجا حوزه استفاضی منه، حالی نیست؟ کی گفت اینجا حوزه استفاضی شما؟ پیتره منو ولکن، جون بجونت کنم دل دوزی. نه مهندس شیمی محضم پس معلومه دل دوزم دیگه، بعدم پیتزا بری شما خوب نیست، لحجت خراب منه. خفه شو، تو این نجات فرسی میکنی؟ تو خودت چی حرف میزنی؟ 10 نفر باید بیان اینجا ترجمه کنن. بی تریاک تو استاد چی تازه سرطان میگیری؟ خوشحال بیشتر بیاد خودت منو میزنی؟ Thank you.
آخ یه مزاحم. ببین یه بار که تو افتی استعماری ما اینجا ببینم تو رو گوشت رو میکنم کف دست تو میذارم فهمیدم تو خود اصلا همه به تهران ویزا گرفتی داعشی آل ویزا موبایل کتا با به گوشت من شد سیا موبایل گوشت خدا مرگت ده. نگهبانه شهریته باید باسودیم بیچاره شدیم بابا چرا اینه کنه چسبیدیم اما برو از یه بار دیگه برو متفرق شو ما قریب هم اینجور بلد نیستم خب برو یه بار دیگه نفهم اینجوری جفتمونو میگیرم تو بال من نیم بگم این خیلی پیگیر نیست دنبال من نیم دیگه این کامران همکار ما رو کی زد ها؟ آقا این کامران چرا اینجوری شده ایمانه گیر میده؟ یه جور مانه گیر میده انگار پسر آجماندسان پاواره سراخ کنه خب من میگم کی زد آخه؟ یه پسر تازه وارد بود منم اونو کتک زدم سیر پر ای بابا تو هم که همیشه داری جنگ میکنی دعوا میکنی آقا اومده و تو حوزه استعماری من بی پدر مادر خب ابنه تو نباید دعوا بکنی دستشویی رفتی؟ آره رفتم میسه پریشه ما رو زوارا نکنی؟ نه حواسم هست شبت بخیر شب من که تا صبح بیدارم که آره آمرت دارم چقدرم تا صبح بیداری شما بیا برو بگی بخم شبت خوش ای تی پس کله چطوره؟ دمت گرم خنجری از موقعی که پس کله مو این شکلی کردی دارم از کار و شغلم لذت میبرم خدا یک در دنیا صد در آخرت به تو بده آقا دنیا که نیم درصدم خدا به ما نداده چی داری میگی تو؟ زیر نزن میده یه چرخی بزن دستگاه رو نه خودتو خوبه؟ برو نگاه بکن من فردا خوب یکم زودتر میام تو هم زودتر بیا این لبا دهنت یه خورده موهاش بلنده نوازه من اینه یک کات بزنم خوب؟ آها احساس کردم اینجا رو نه پس کله آها پس کله برو بگی بخوام برو بگی بخوام ما هم بریم بخوام چی پس کله یه قربان قربانت گردم لوسی جونم یار جونم بیا دردت به جونم شب مهتاب لب دریا برات آواز میخونم لوسی جونم یار جونم بیا دردت به جونم منات آواز بخون لوسی دستشویی نداری؟ کار خرابی نکنی مثل دیشبا چرا دیر آمدی این مست بول بول منم دیر آمدم تقصیر نداشتم آدم دیگری آخان جایی نوات ما نشد برو یه نیم ساعت دیگه بیا ببخشید دیر شد پس این چیه؟ کچر کردن در 3 دقیقه آبا این تبلیغات گول تبلیغات رو نخور بله آقا گول نخور استاد اگه مگه نیم ساعت دیگه نیم ساعت دیگه برو آقا برو نیم ساعت دیگه بیا نیم ساعت دیگه بیا برو آقا نیم ساعت دیگه اینا تبلیغه این چه طرز برخورد با مشتریه همیشه حق با مشتری است همیشه حق با مشتری بفهم مثلا جد واسه شالسه همیشه سخ حق با مشتری است به نظرت مالا این شکلی است اجازه بده نه اجازه بده بذار من اینجاشو درست کنم سبیل برای چه کار داری؟ میخوام درست کنم شکل این باید بشه دیگه چرا مثلا این جمعه خواستگانی من؟ همین جمعه؟ همین جمعه بود Ah.
بدبخت چیو داری تو نگاه میکنی؟ جمعه مگه خواستگاری تو نیست؟ یعنی اگر یکی از اینا الان بیاد به تو بگوید که شوی من شو، تو قبول نمیکردی؟ معلومه که قبول میکنم. پیرزن 80 سالم باشه من قبول میکنم. استاد ببخشید، یعنی ما کارتون خوبا اجازه داریم با پیرزن 80-85 ساله ازدواج کنه؟ بله، فقط یه شرط داره، پیرزن خونه داشته باشه، بچه تهران هم باشه. پس ما باید همیشه آمادگیش داشته باشه. استاد ببخشید، لای مشتریات میشه میای ما رو میاد کمی نوکگیری کنی، فکر کنم مخوره داره شبا که دخومروم در سرم سیر سیر منه صدا متا دنگوشا. اون صدای مخوره نیست، صدای شپش باید پیفاف بزنی سر بابا گفتیم صد دقیقه این عملی داره سگتو میکشه تیمور تلواز؟ آره آی بیداره حق با مشتری لوسی کی باز کرد؟ لوسی چی داده خورده؟ من ندم، خودتون سگش کوف کرده. صدار نگفتم این جنس لاواسه بتون نظر لای شکلاتون پشت پشت بذاره که این بچه ببله بخوره. باش همین بعد با تون سگ جنابالی هماهنگ میکنم جنسمو کجا جاساس کنم. آقا گل موتور روشن کن بریم دکتر. آقا این که دیگه رو به ماته. بذار من شکم اینو پاره کنم اون چیزمو تو شکمش در میارم دیگه. بچه که صحبت انگل اشتباه. لوسی روشن کن بریم دیگه. ولی موهایو برو دیگه بابا. داش چه گوشه کی رو دیده بودن؟ چیه؟ هیچی، معذرت میخوام، حق با مشتریست. بسن دیگه خنجر این روشن نمیشود. خدای فلش شاید بنزین نداره. بنزینش فول است، باید حالی اون رفت. گندی بیا بالا، بیا بالا. چیه دهنگ شده؟ گندی باید واسه اینجا وساله ما رو نگاه بکنه. بیا برو پایین هول بده. چشم. اردو که نمیریم آقا، داریم میریم دامپزشکی. تیمور تو برو پایین دیگه. آقا کجا برم آخه؟ 400 تومن مایه این توه. هول بده. بله. آقایون ببخشید، ماشین من افتاده توی جوب، میشه یه لحظه بیاین کمک؟ ای کجا میریم؟ بیا هول بدین. کاپیتان. ای کجا داریم میریم؟ بیا هول بدین. لوسی من داره میمیره. جمشی چرچست خانمان کچولی دوست داشتنی اوی یک کاری بخو برو دیگه روشن شو محکم ازن خفه کرده محکم روشن شو برو سری برو محکم یک طرف را برود ممنونم برو بابا برو سریتر برو میدونم برو این ترافیک الان اینجا چی میگه لامت؟ آه گاب دکفت بازاره بابا. آقا گل یه کاری بکن، بچه من داره از دست میره. نمیشود راه بندانت. آزی بیا از اینجا برو. پیاده رو که نمیشود پلیس ببیند سشرخه تغییف میکند. تو چقدر ترسوی آقا گله؟ من ترسو هستم، من طالب از جنگ برگشت هستم، مغز ندارم، مخ ندارم، پلیس کیسته؟ آقا گل این بلنگوش کار میکنه. بهش بغلش هست. بر پلیس زحمت من کاری نکردم که با من رفتی نکردی آقا به دیگه برو بیا شما نیاد ما خودم میریم شما نیاد ما خودم میرم با من نیاد دیگه پلیس خوبی باش خب آقا بهت میگم وایستا من همکار شما هستم جناب سرکار سرخ رو میشازی نه نمیشناسم استوار را پرور کردم تر یه سن ملت ای بابا ایش که من نمیشناسم پس با این وجود ما فکر اصلا شما پلیس نباشی ای بابا وایستا رئیس نظامی کیه به شما چه ربطی داره آقا اصلا میدونی رئیس جمهور مملکت کیه برای مهم نیست بهت میگم وایستا
خانم دکتر خوبی خسته نباشی تنظیمی خانم دکتر دستم به دمانت بچم داره میمیره تو رو خدای خیلی خوب آروم باشین چی شده مواد مخدر خورده آوردوز کرده تو خفه چنو موادی نمیدونم کوکولی خورده تریاک خورده شیلی خورده نمیدونم چی خورده مگه معتاد حیوان نه این حیوان معتاده بیاده ولن بگو چی خورده این بچه ما فنگی همجور سر جای خود وسط چی نمیگی باز میگه خفه درگرم شیره علا مال مردم سر صدا چی اینجا چی شده چه خبره جانم آقای دکتر دستم تو دامنت خوبی تنظیمی آقای دکتر آقای دکتر تمنا میکنم با من کمک کن خواهش میکنم منو کمک کن استاد رسیم مرسیم خانم اینه گدان گدا چیستن سکش خوش هستن الان سر شکل تو رو دید آقای دکتر فکر میکنم ما گدا هستیم برو بیرون اینام اونم نرسه شما با کچلوار کرواتی میگی با ما اشتباط میگیره آقای دکتر من آرایشگرم خب موهای مردم کات میکنم اگه حال این بچه منو خوب کنی تا آخر اون موهای تو رو کات میکنم حتما موهای ایشون هم شما کات کردین نه این آلمانی هستم منتون نیست بده من بده تو را قشق آقای دکتر باشه آقا باشه نگران نباشید شما یه گوشه بشینین فقط مزاحم مردم نباشین سر صدا هم نکنین خانم بگین این وصل تنقیه رو بیارن تو اتاق من دکتر حواست به اون چیزای تو شکمش باش دکتر 400 تومان تو خفی بفرمایید بشینید تو خفی یاده ببخشید من دوستم گفتم تو خفه ببخشید این فرما رو پر کنین آدرس و شماره تون هم بنویسید دست شما در نکنه میکروب بیا اینجا بیا اینجا میکروب شماره تماس آدرس من چی؟ اینا که اون موجود نمیباشد که آدرس شهر بازی رو نوشته کن اه چیپس ماس چیپس گرگی غذای سگ هستن نامپت نامپت چیه؟ نامپت نام پدر رو میگوید خانم نامپت چیه اینجا نوشته؟ نام پد اسم سگتون رو بنویسید نام پدر سگت رو میگوید من نگفتم منو فوش ده جلوشم فوش خودم از دوشتم خودم از پدر سگت رو میگوید بی تربیت پدر سگم خودم هستم دیگه اسم خودم بنویسم سولت خنجری داخل پرانتز شهر خب شما باباشی؟ من پدرشم خب این نجات چی میشه؟ سگ سگ درسته
رنگم گلبه یه دیگه نه؟ سگی ندیوونم تشخیص من اینه که این سگ مال شماست. نه حال مساعده که نداره، ولی تا تنقیهش کردیم تا یه روب نیم ساعت دیگه حالش بهتر میشه. نه یه عده گریگوری آوردنش اینجا، اصلا واسه همین من شک کردم. ببخشید من حیوانی یکی از این بازیگرها رو بیهوش کردم، باید برم. باشه باشه، پس من یه جوری سر اینا رو گرم میکنم. خواهشن خودتون رو برسونید. بریم کریم بری سگ 220,000 تومن. 220,000 تومن پول اینه؟ به کجای سگ میمانه اینه؟ نه به دور پشت پلکشه. بری چروکه ای خدای فلک، کاش من یه دونه 200,000 تومن پول داشتم، یه دونه این برای لوسی میخرده. این بچه من پشت پلک این الان داره افتاده دیگه، 7 سال شده 8 سال شده. این بالا خدا کاش که من پول داشتم یک نون وامسون میخوردم. کریم بری سگ 200,000 تومن چیزی نیست. 200,000 تومن میدونی چند تا نون مرا؟ نه من طالب از جنگ برگشته هستم، روی گپی که میزنم هستم. اگر نیایم چیه مرا پاره میکنید؟ ها افغان کارت، تو رو خدا افغان کارت مرا پاره نکنید، من تا 10 دقیقه دیگه اونجا هستم. خدا بسون خنجری، من در حال بیچاره شدن هستم، اگر تو 10 دقیقه دیگر بازیافت نباشه مرا اخراج میکنه. نه برو دمت گرم، دست در نکنه، تا اینجام خیلی زحمت کشیدی. بفرمایید موهایو برویم یک گوشه برای من بزن. این دستگاه شما ندارم که بخوام موهایتو قطع کنم. اینا این تمام دستگاه دستگاه من دست تو چه دارم کنه؟ دهن گوشه برای موهایم. چیه این موهایم؟ موهایم 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 خنجری موهایم موهایم. حال روز من خوب نیست، آرایشگری یک هنره، باید حالت خوب باشه، احساست خوب باشه، عاطفه تو خوب باشه. حالا گفت کفته بازاره تو را بخواه مخشوش من هستم. آینه باید باشه، یه آینه الان شما اینجا پیدا کن برای من. خنجری آقا نه آقا تمیز الان تو توالت شستم. آینه میخوای تو توالت هست؟ خیلی آقا من نگفتم شما به کلی اصلا خفشو. بیا برو انگل اجتماع خواب تو سر. موهایو مثل کودکی ممتا. بفرمایه آقا لطفا اونو بذاری سر جاش. ببخشه معذرت میخوام. بفرمایه خدمت شما. خیلی خوب شده خانم کریمی، ایشون پدیکور اصلاح مو داشتن. مرسی. خواهش میکنم. سلمانی قابلتونو خانم از مریض ما خواهی نشست. خنجری دفاع بده دیگه، بچه من در رنج و عذابه، تو این که موهای من کات بکن. الان دو تایی با هم دیگه بریم توی دستشویی، یکی بیاد نگاه بکنه نمیگه این دو نفر با هم دیگه چیکار دارن میکنن. آینه عزیز من، آینه باشه بیا بریم توی دستشویی. آینه 70 اینچ. آینه اینجا چیکار میکنه؟ برگرد کسی نمیاد. بابا چیکار داری میکنی؟ ساشا گوش نده، اینجا شما اینجاش کرم نه. تو چرا بدی داری که من چیکار دارم میکنم؟ بدم موهای زده کنه. اصلا شما که میای همار کات منه بیچ خود چکل حپلی هایی. من این کاری که میکنم دلیل داره. من اگه موهای منو کات نگردم، گفتم از زمانی که الیزابت مادر لوسی منو تنها گذاشت، گفتم قسم خوردم، گفتم تا زمانی که الیزابت بر نگرده من نه پشمای لوسی کات میکنم نه خودم موهای منو کات میکنم. این من از کی یاد گرفتم؟ از جناب سرگرد خفته. آخه دلم خیلی براش تنگ شد. جناب سرگرد خفته بانو خدا وقتی زنش فوت کرد، این بانو خدا تا مدت مدید موهای خودش رو کات نمیگرد. اینقدر دلم براش تنگ شده با خدا. اما که اقه میکرد سیک 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 سیک
باش دیگه، دم باشه. سلام آقای دکتر. آقا چه خبره؟ چیکار میکنین مگه اینجا آرایشگاه؟ آقای دکتر ببخشید مقصر این آقای آقا گله. اینجا روی پاستور واسطه الا بل الا والا هر جور شده این مهمه اینجا همینجا کارت بزن. اگه کارت بزن مرا اخراج میکنه از بازی اوف. کارتمو پاره میکنه. حالا هر چی. آقای دکتر حال لوسی بچه‌م چطوره؟ حالش خوبه؟ تنظیمی چی دوره؟ بله آقا تحت درمان بهبوده. شما اگه ممکنه این کارا رو برید توی همین اتاق پیرایش انجام بدید. اینجا پیرایشگاه داره. بله آقا آرایشگاه. بفرمایید. تو چجوری جون خبر خاصی نمیدید؟ بفرمایید. آینه با کیفیتم داره؟ بله آقا داره، همه چی داره. بفرمایید. بفرمایید. سلام آقای دکتر کریمی. وای سلام خانم تهرانی، خیلی ممنونم. خانم من واقعا به شما تسلیت میگم بابت پرتم. واقعا مرد نازنینی بود. زنده باشین. آقای دکتر این جوکی دوباره بیرون روی گرفته. اوه خانم تهرانی، آخه من چند بار بگم به این بدبخت برای چربی سوزیش نباید کرفس بدیم. دکتر من چون شوهرم از چاقی مرد دیگه چشمم ترسیده. خانم تهرانی حیوان با آدم فرق داره، قربونتون برم. بفهم بشین من به همکارا میگم که ببیننش. بله. سلام خانم تهرانی، زانیار هستم. سلام آقا. ببخشید خانم تهرانی، یک سوال از خدمت شما داشتم. بفرمایید. شما از بیخوبون تهرانی هستی؟ یک تهرانی اصیل. مگم ببخشه سگ به بزرگی از نظر سایزی بری شما مناسبه؟ به شما چه ارتباطی داره؟ هیچی، نه همینجوری گفتم. آخه سگ به بزرگی حتما خیلی منزل بزرگی اون برای نگهداریش داره دیگه. بله شما نگران اون نباشید. منزل خط است. بله. خدا بیامرزه شوهر شما ره. سلامت باشید. چوکی چوکی. اینم یه آیه انگلیسیه خیلی خوشگل. اول اسم آمنه. آمنه ببینه آکر میخونه. آمینه پتش نیاد. نه آمنه ببینه خیلی خوشش میاد. اگه یه درصد میخواد جواب منفی بده آه. الان حتما بالا رو میده. درجه بالا رو میده. باشه دست درد نکنه. خواستگاره ایرانه؟ نه افغانستان هست. افغانستان. آقا بول رفتی اونجا نگیم اون خوشی نمکیم ها. بگو من اونجا فوتبالیستم، فوتبال بازی میکنم. لژیونرم. لژیونر؟ مثل منشا. منشا؟ هیچی همون بگو من نخوشی نمکیم. بلاشو بلاشو. باشد. خدایا توبه. ای بابا آقا از صوبه ای داریم گیرم. خدای توبه یعنی چی اخه؟ آخر از صبح تا حالی در حال بدبیاری هستم، دارم از خدا طلب بخشش میکنم. بدبخت با این وضعیت و سر شکل و قیافهی که تو داری، استغفرالله زبانم لال خدا باید از تو طلب بخشش کنه نه تو. تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بود. بلند شو برو تو را خیلی بهش نگاه کن. بلند شو. استاد سلام. این مدل جارو رشته است، خیلی قشنگ بوده. من برافم تا رئیسم پاره نکرده افغان کارت را بزن. خدافز. عزیزم اشتباه داری میزنی، صندوق انتقالات پیشنهاداته. ما هم داریم پیشنهاد میدیم. سلام دیگه. بلندی هستم، دکتر کریمی با هم تماس گرفتیم. بله یه لحظه اجازه بدید. مرسی. آقا سر این قبری که نشستی داری گریه میکنی مرده توش نیست؟ آفرین. مرسی، تشویقم نکن، اونو رها کن. آقایی مانی مخلص نوکرم. آفرین پشمک، نگاه کن اینجا رو. نگاه کن دکتر نخن خودت میترسه پشمک. خیلی اوکی گرفتم، میفرستم خدمتتون. چشم، من ماکسیموم تا نیم ساعت علامته زیر بغل. من گفتم بهشون خدمتتون هستم. باشه عزیزم باشه. خدا آقا من یه سری مکمل و دارو براش نوشتم، بهش بدیم بخوره. برای چی؟ بچه آخی معلوم نیست چی بخوردش، دادن که سوء تغذیه گرفته، بعد من کلی کنت تو تنش در آوردم. بله بپیچیم ببرم. فقط اینا خیلی آدم های نرمالی نیستن. بله یکیشون رو دمه در رویت کردن. یه وقت دردسر برامون درست نکنم. بیجا کردن، پس پلیس چی کاره است؟ پلیس بیاد اول سگ رو میبره بعد اینا رو. خودم حلش میکنم. خوبه؟ الان کجا؟ سیر نیست، فسفسه مثل این. نه یک چیز بین سیر و فسفسه. دواش میدونه چی؟ چی؟ پیفاف. پیفاف؟ پیفاف باید بزنی، سه وقت باید پیفاف بزنی سر تو، قبل از شام، قبل از نهار، قبل از صبحونه، چیکم گرسنه باید باشه. باشه. آره. اینجا شامپو مامپو اینا نداره که ما. دست تو وردار آقا، دست تو وردار. دست ما سنگ. دست ما سنگ.
خیلی استو آموختم. این روغن مثلا بادام خوبه، روغن زیتون با سیر خوبه، روغن مار. این که هرچی بیشتر تقلا بکنه این بیشتر تحقیق میشه. آدم اصلا خطرناک که نیست. این بار مهران مدیریه، اسمش هم آرمیتاست. آقای توسان فزان اینه ما رو بکشته. آقای مهران مدیری مشتری شما هم؟ بله خانم، خیلی از هنر پیش اینجا مشتری ما هست. آقا به جای توسان فزان بیا اینو باز کن دیگه، لحظه به لحظه محاصره رو داره تنگتر میکنه. آقا آرمیتا بیازار ما رو، کوبرا که نیست. حالا کوبرا یا آرمیتا هر خری است، داره منو میکشه بابا، خفه کن. ببین تو آروم فرود رو کمرش دست بکش. آخه این همش کمر من کجاشه بکشم؟ دکتر ببخشه نمیتونه شما خودت بری دست بکشی. قربونت برم الان تومش ایشونه نه من. آیا تومه؟ آقای دکتر شما تا الان گفتی بی آزار رفت تومه. آقا جان حرف دکتر رو گوش بده، راحت دست بکش. اینجا تهرانه الان، کلینیک دامپزشکی. ای بابا دکتر، خانم چی کار داری میکنی؟ این بنده خدا داره تقلا میکنه از مرد نجات بده که داده بیل میگیری. خانم ببرین بیرون، ببرین بیرون. خانم برید دقیقه بخیرم. آیا اینی که میگیری الان امتحان الهی یا انتقام الهی؟ شما نمیگی که این بیازاره؟ برو خب کش کن خبری خب. خیلی خب، آخه ببین ما وقتی که به هوش میاد یه خورده خطرناکه، ولی اجازه بده نگران نباش. آرمیتا بوسش کن، بوسش کن. مامان چیو بوس کن؟ آرمیتا جون چنده شد تو بینو بوس. خوشگل من دخمل خوشگلم، ببین داره شل میکنه. ببین آرمیتا بخوان شانشین، سرشو بگیر، سرشو بگیر، پاشه بگیر، پاشه بگیر، من دومشو بگیر. آنگه پا نره، دخمش کن. خومت لای پای من ای، دیر رد کو، دیر رد کو، بیل کن دیر رد. خب بیا، آرمیتا من باری جلده، باری جلده. بیا تیمور، بیا نیمو خواستی بیا اینو بگیر. بفرمایی. آفرین. اوفای دست، اوفای بدنم، اوفای همه جای من درد کنه. پیپر من نمیاد. دست شما درد نکنه، چون بفرمایید به کارتون برسیم. بفرمایید، بفرمایید. شما بهترین؟ آقای دکتر شما واقعا دکتری؟ دو ساعت تمام لای 100 کیلو مار تمام درون و بیرون و بدن من درد میکنه. بین موره 4 و 5 ما فاصله افتاده. الان با یه ساندیس میگونه حال ما خوب میشه. آقا جسارت نباشه، همین الان 7 8 تا خوردی اینا، اینا هم پوکش. آقا میخوای اینم نخوریم دیگه؟ آقا اسیری نیاوردی ما رو که. من چیکار کنم؟ 200 تومن بهتون بدم حل میشه قضیه. خدا بله آقا حل میشه، دست شما هم درد نکنه. آقا صلوات بفرستید. چه چرت و پرت میگی تو خط سر؟ آقا من سگو به صاحب اصلیش میدم، میفهمی؟ آقای عزیز صاحب اصلی سگ ایشونه. من سگو از الیزابت گرفتم، به الیزابت هم برمیگردونم. آقا از کجا معلوم شما درست داری میگی؟ یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. آقای محترم من تایید میکنم که سگ متعلق به ایشونه، اسمش هم پشمک. پشمک؟ اسم شما پشمکه؟ اسم حیوان پشمکه، حیوان. بی تربیت، هر جوری بگی ما ثابت میکنیم این سگ مال ماست. چجوری ثابت میکنی؟ آه فقط یه راه داره. چرایی؟ چرایی؟ موسی بیا اینجا. موسی جان، تی جان قربان، چی چی پیده پشت ما قربان. فکر کردی من الکی دوستم؟ چی داری میگی تو؟ بذار سر جاش نوبت من. بذار تی جان قربان. آفرین بچه، آفرین باشی، بشی بابا جو، بشی. پشمک. پشمک پشمک یعنی چی؟ آقا اسم فارسی نمیزن رو سکی، جک، جیمی. پشمک بیا بشین طبیعی هم. بیا پشمک. یه دید؟
پشمت دیدی آقا سگ منه؟ آقا چی مسخره بازی در میاری؟ تمام بابا داری چی کارش میکنی؟ مسخره بازی شما در میاری؟ برداشته قضای سگو گذاشته لای انگشتش. خب معلومه این آقای دکترم باشه واسه میشه میاد سمت شما دیگه. بله آقا مؤدب باش. راست میگه آقا خوشمزه است. مگه شما خوردین؟ بله همین نیم ساعت. آقای محترم مگه قرار نبود سگو گذاشتین وسط من صداش کردم اومد طرف من؟ یعنی سگ مال منه؟ اما که شما تقلب کردی بعدش هم اینکه آقا این سگو من صدا کردم سمت من اومد دیگه نیومد. یک یک بابا این سنگه الان نشه است. خب هر کی بشکن بزنه میره بغل اون دیگه. همه رو دوست داره. آقا شلوغش نکن. میخوای 500 تومن نقد همین الان بهت بدم قضیه فیصل پیدا کنه؟ زکی فقط 400 تومن مواد تو شکمشه. بله بخشه 600 تومن رو نداره. چی کرده بردو که تو خط سر؟ آقا من این سگو با دنیا عوض نمی کنم. شما پول دارو من نمیدونم چرا فکر میکنی همه چیزو میتونی با پول بخری؟ نه ای مبارک. آقای محترم نذر پای پلیس این وسط کشیده بشه. آقا من خودم پلیسم. کلانتری صد ملت 40 ماه من خدمت کردم. بری اونجا بگی خنجری همه میچسبونن پا. این سگ قانونا مال منه. اینم شناسنامش. میگم قانون که میگه سگ غیر قانونی است. وقت قانون درباره این مواد چی میگه؟ عجب نامردی و دست خودشونه. قانون در مورد این چی میگه؟ خنجری فرار کن. استاد فرار کن. بده من. اون ابزار خشنو بده من. آقا شما هستن. اجاتون تکون نمیخورید. اجاتون تکون بخورید یه هفته اشیه مشتین رو صورتتون در میارم. فهمیدین؟ کسی دنبال ما نمیاد. خدافظ. آماده شد بفرمایید. ببخشید معذرت میخوام. خب سیب زمینی کی بود؟ آقا سیب زمینی برای من بود. سیب زمینی برای آقای امینی دشمن سیب زمینی. خب بادمجان کی بود؟ بادمجون منه. بادمجون برای آقای جاسم جکسون. آقای جاسم جکسون اینجا نمون تلف بشی برو هالیوودی بالیوودی. خب لوسی ساکت. خب پیاز برای کی بود؟ آقا کدوم خرید پیاز کبابی میخوره؟ من آقای بی سواد الان علم ثابت کرده که پیاز بهترین میوه است. همه میکروبا رو مکشه. آقای دانشمند اون علم نگفته پیاز میوه نیست؟ ببخشید پس چی شیست؟ پیاز ریشه الفه. آقا هر چی الفه نگران دارید برای من؟ خاک تو سرت. برای تو یه چوندر پلاسیده گذاشتم. کی میخوای از این منجلاب خلاص بشی ها؟ انگل اجتماع که خودت انگلتری با موهای قشنگه. این پیاز داغو میخواد تو چشت مثل زهره بشی ها. خجالت هم نمیکشه. آخه زهره یادش بخیر اینقدر دلم براش تنگ شده. ببخشه استاد زهره زیدته. چی چرت و پرت میگی تو خاک تو سر؟ زهره هم خدمتی هم بود سرباز بود. یعنی الان استاد یک جور رفته که خانوما میان به سربازی؟ آره برو از اون عمت بپرس که الان مشموله. اومونم نیست وقتی ما میام ترون همه با عمه ما کار دارن. آقا داره چرت و پرت میگه دیگه. الان خانوما کسی سربازی میره؟ امیریل زهره خانی هم خدمتی هم بود همه بهش میگفتن زهره. ای شوخی میکرد همش به من میگفتش این دختر خاله های منو بیا بگیر. میخواست اونا رو من بچپونه. آخه کاش میشد دوباره میدیدمش. دختر خالشه؟ نه بی سواد خودشون. بسوختم آقا بیا خودتون بردارین دیگه. من دیگه رفتم. ای لوسی بابا استاد نره دقب دل ما بری شما تنگ مره. همینجا خیاری دخو مرم کنارم. من دو دقیقه دیگه اونجا نباشم اینجا هم به من نمیرسه. ای خدا ای فلک عدالت رو شد. یکی ساختمون خراش داره 20 طبقه یه 20 طبقه هم اینجا هستن یه دوم جا ندارن که اونجا بخوام. آقا ببخشه اگه شما یک واحد بزرگ اینجا داشتی چیکار میکردی؟ همه 20 سرپناه ها و کارتون خبر میآوردم اینجا جا میدادم همه شونو حتی این انگل شما. سختم بیشو سختم سوز.
تیمور خدا نکشه تو داره فیلم بازی میکنی؟ 36500 برید آقا داره فیلم بازی میکنه چیزی نیست موسی آقای اون شب بخیر خدا شب بخیر آقای بگ بفرمایی خواهش بود بفرمایی بیا آقا بخو امو رمان لوسی رفت بخوابه شب بخیر بابا جون ما را کچل کردی این حیوان دستشویی نداره حیوان چیه این بچه تو را امو رمان صدا میکنه تو اینو میگی حیوان لوسی تو مگه دستشویی مستشویی داری همین الان بگو نمیشه بریم اون بالا هاپ 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 واق 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 شهرم قنجره اینم من دستشویی دارم فهمیدی؟ نداری؟ امو نداره شب بخیر خداحافظ امو برو بالا برو بالا ببینم یه دفعه هاپ هاپ نکنی ها شب خوابی ما گربه است دیگه واسه خودش داره میره میاد دیگه کاری به تو نداره که باشه یکی بود یکی نبود زیر گنبد که بود یه لوسی بود که یه مادر داشت به اسم الیزابت شنفتی؟ صدا نمیاد که گوش کن قشنگ سلامت شماست کنیز شماست لوسی خانم عجل نکنی خب خیلی سگ مامانیه شما چجوری با این وضعیت زندگیتون ازش مراقبت میکنید خانم لوسی عشق منه عمر منه جون منه من خودم خب شده یه شبای سر گرسنه بزنم از این به بعد من باید بشم عشق و عمر و تمام وجود تو میدونی من عاشق مردایی ام که انقدر به حقوق حیوانات احترام میذارن من خانم خودم مویزیسی ام ای فلک تو اینجا چه کار میکنی؟ آقا چرا مثل میکروب سرماخوردگی هر جا ما میرم دنبال من را میفتی میه؟ استاد این میای ما رو آب بزنی سیر سیرش بیشتر رفت باشه من بعدم یه ماهی تو رو کات میزنم فعلا اینو بردار ببری یه تابی بده آقا چقدر میکنی؟ میگم اینو بردار ببری یه تابی بده چک بفرمایی خانم بفرمایی بریم یک تابی بخورم خانمو نمیگم لوسیو میگم بردار ببری یه تابی بده چشم چشم عرض میکنم خانم خودم مویزیسی هم خب عاشق حیوانات هم حیوانات دوست دارم بهشون احترام میذارم به حقوقشون احترام میذارم خیلی دوست دارم احترام هم من عاشق طرفدارای محیط زیستم مارا گرم قصه خدایا مارا تفسیم لوسی توی وقت نشناس الان وقت لیت زدن بود الان وقت بیدار کردن بود خدا ای فلک چقدر بدبختم من یه خواب هم نمیتونیم ببینیم Oh,
رمان چرا اینو ندادی تو؟ ها؟ آقا چی از جمعه میخوای؟ برای چی دوبار من را افتادی؟ آقا این سگ اسمش لوسیه، پشمک نیست. چیه این پشمک 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 پشمک؟ اصلا اسم شما چیه؟ من نادر، من نادی صدا میکنم. خوبه من به جای نادر به شما میگم باقلوا. ها خوبه؟ اصلا پشمک چیه؟ پشمک که میخورم پشمک؟ پشمک خوردنیه که آقا. پشمک اینو چیه؟ پشمک کوچک؟ آقا اصلا مسئله ما پشمک و پشم نیست. شما دو دقیقه تشریف بیار من کارتون دارم. من با شما کاری ندارم، حرفی ندارم. رحمان بزن این بره بالا، بزن بی سوا بره بالا. هیچ کاری نکن. ای با تو هم، تو هم شریه، من یه هم شریه این سگ باز. بزن بره بالا دیگه. آقا داری چی کار میکنی؟ با تو هستم نکن دیگه. آقا مطمئن باش ضرر نمیکنی، بیا پایین. برو بابا. خود خانم میخواد شخصا با شما صحبت کنه. خانم الیزابت؟ الیزابت کیه تو هم ما رو کشتی با الیزابت؟ خانم صاحب این سگو میگم. صاحب این سگ فقط یه خانمه، اونم الیزابته. منم پدرخوانده این سگ محسوب میشم. این سگ شناسنامه داره، شناسنامه میفهمی؟ یعنی چی؟ یعنی هر کی شناسنامه داره سگ شماست. این آقا رحمان سگ شماست چون شناسنامه داره. شما بیا بریم پیش خانم، خانم میخواد با شما حرف بزنه. بسیار بسیار آدم محترم و فهیمیه. فهیمه دیگه کلم خریه. دهنو ببند بابا، شب بخیر. چی گفت؟ میگی دهنتو ببند حرف نزن. بنده؟ آره. صراحتا به من گفتی خفه شو؟ بله خفه شو. میای پایین یا خودم بیارمت پایین؟ یا بالا منو بیار پایین. بیا بالا. با تو هم نمیای پایین. نه خنجر اینو بگیر. بیا بالا منو ببر پایین. با تو هستم داری چیکار میکنی؟ بیا بالا منو ببر پایین. خریت نکن اون سگو، حداقل با خودت نبر اون بالا. خنجری با تو هستم. بیا پایین کار دستم. اون پشمکو به من بده، حداقل اون خنجری. پشمک؟ خدا رحمتت کنه خنجری. بابا میگفت عمو. جواب خانومو چی بدم؟ این خانومی که گفتی دقیقا چند سالش بود؟